تو اطرافمون کلی از آدمای مختلف هستن که هر کدوم یه دغدغه‌ای دارن. خیلی ها نگران معیشتشونن، یه سری ها فقط به خانواده فکر میکنن، یه سری به کارشون، تحصیلشون، شغلشون فکر میکنن. همه امیدشون اینه که روز به روز تلاش کنن که تو کارشون موفق بشن. ولی بعضی از آدما هستن دغدغه هاشون متفاوته. نگران طبیعتن، نگران گونه هایی هستن که در محیط زیست زندگی میکنن، دلشون گنج میزنه برن یه گونه جدید حالا گیاهی یا از حیوانات رو کشف کنن، پیدا کنن، فیلم بگیرن، ثبت کنن. یکی از اون باحالا توی این برنامه من کنارش هستم که رفیقای قدیمی و گل من، که من افتخار این داشتم که با هم طبیعت گردی رفتیم و تو برنامه مختلف هم شما دیدینش و میشناسیش. نیاز به معرفی نداره، پرهام دیباج، مردی برای تمام فصول. قربونت برم پرهام عزیزم، کلی خجالت هم داری، نگو این افراد عالی هستی. یه بار دیگه اینا رو میگی من بنویسم. آخه خودت میدونی که قرب نبود. چرا واقعا؟ نه نه، طبیعت گردی و اینکه این نفر دکترای محیط زیست داشته باشه همینجور اتفاقی نیست. براش تلاش کردی، زحمت کشیدی، سالها جوونی تو گذاشتی پاش. آقا این داره می‌ریزه. نه نه عزیزم، قهوه گذاشتم برات. یه ذره درست درست. خب چی دوست داریم؟ ما اینجا پذیرایی داریم، چای داریم، خیلی خوبه. دمنوش داریم، میوه‌های فصل داریم. نمیشه همش همش. فرام تو طبیعت بهترین دمنوشی که می‌تونید دم دست پیدا کنیم چیه؟ کجا؟ ببین مثلا آبیشن که همه جا تقریبا تو همه کاکوتی هست، آبیشن هست، بابونه هست، بابونه زیاده، چای کوهی زیاده. ولی یه چیز جالب، چوپونایی که باشون برخورداشی، این لوله های آهنی هست، بطری های آهنی هستش. کندوک ما بهش میگیم، کندوک. حالا مثلا تو منطقه مثلا سامکزی میگن شامورتی، شامورتی و گداجوش. این سه تا اسمیه که و بعد یه دونه یه تیکه از تیغ گون رو میزنن توش، چای و حالا اون دمنوشای خاص مثلا آبیشن غیره میزنن. یه سنگ کوچیکم میذاری روش به جای درش که زودتر جوش بیاد. و من خودم دارم، خیلی سال استفاده میکنم. منم دارم. واقعا چیز جالبیه. چی شد انقدر به محیط زیست علاقمند شدی؟ محیط زیست برات مهم شد؟ ببین به نظرم نوع تربیت و آموزش خیلی تأثیر داره. از طرف؟ از طرف خانواده. و خب ما یه بنا به دلایلی که پدرم می‌خورده بیماریایی داشت که بهش توصیه شده بود خارج از تهران زندگی بکنه، جایی رو برای زندگی انتخاب کردیم که اون موقع خیلی هنوز بافت روستایی داشت. و میشه بگی کجا بود؟ لواسان. لواسان اطراف تهران. و خب حیات وحش رو خیلی خوب میشد دید. موقعی که من مدرسه میرفتم توی سن کم، شاید میشد از هنوز از بین مزارع گندم عبور کرد، از باقای گیلاس رفت. و خیلی شرایط با این روزها فرق داشت و همون باعث میشد که احساس میکنم چقدر همه چیز قشنگه، چقدر دوست داشتنیه، چقدر زیباست. نوع گشت و گذارهای خانوادگی، سفرها، اینکه پدرم هم یه علاقه زیادی به کوه و کوهنوردی داشتن و دارن هنوز، به نظرم بی تأثیر نبوده دیگه. پس سوال بعدی دیگه نپرسم که نظر خانواده در مورد روحیات تو چیه، چون خودشون مشوق بودن. در مورد روحیات ببین، به روحیات ختم شه همه راضی هن، وقتی به شغلت ختم میشه. یعنی الان مادر ناراضی از اینکه همش توی طبیعت هستی؟ دیگه ببین خب وقتی خروجیش دیده میشه مثلا در یک فیلم مستند یا به یه برنامه تلویزیونی مثل خودت، خب پدر مادر خوششون میاد، دوست دارن. معمولا پدر مادرها افتخار آمیزه براشون زحمت های فرزندانشون. ولی اینکه خب خیلی از موقع نیستی، فقط نبودنه نیم میدونم. حالا من که خب از نزدیک سال هاست که تو میشستم، خطر داره این کار، خطرات خودشو داره. بعد ضمن اینکه شما اگر که این کار باید یه مقداری خیلی شاید شعاریه، ولی میدونم چون دلم با تو یکی و میدونی تای دلم چیه، باید تمام جونتو بذاری وقف این کار باید بشی دیگه. یعنی ممکنه اگر همین وقت و زمان توی شغل دیگه ای، توی کار دیگه ای، حتی تو همین صنف رسانه بذاری، درآمدت چند برابر باشه. ولی خب اون کار یه چیزی داره دیگه، یه وقفی باید بکنی خودتو و تصمیم بگیری که من میخوام این کار بکنم. شاید اونم برای خانواده خیلی قابل قبول نباشه که آقا تو مثلا دیگه شده 43-44 سال دیگه، این چه مدل زندگیه مثلا. آخه یه تعداد آدم ها برنامه سازن، الغشون به برنامه سازیه. یه تعداد آدم ها یه عشقی دارن که دلت میخواد به خاطر اون عشقت برنامه بسازی.
مثلا من از مشقاتی که تو کشیدی برای اینکه اون برنامه معروفی که درباره زاغ بور ضبط کردی چقدر مدت طول کشید؟ کجا بودی؟ فکر کنم 4 سال یا 5 سال طول کشید. برای شبکه 4 تولید شد. اولین تجربه تهیه کنندگی و کارگردانی مستندم بود. مال خیلی سال پیش، فکر میکنم 85 86 چه مدت تو طبیعت بودی؟ 4 5 سال دیگه. ولی از یه تیکه ترین لحظاتش که خیلی وقت گذاشتم بخوام بگم، مثلا شاید 12 13 روز یه تک مثلا پای که الان شده نماد یک شهر. بله شاهرود اصلا تصاویر زاغ بور گذاشتن، شاید تا قبلش اصلا کسی نمیدونست. ببین اینا خیلی چیزای باحالیه حسین، یعنی خستگیم در میره این خبرها رو میشنوم. این الان میدونی مثلا وقتی که یوز میاد رو پیرن تیم ملی، شما میری توی شهری میبینی تو شهر شاهرود زاغ بور شده نماد شهرشون، در صورتی که اون موقع شاید خیلی نمیدونستن این پرنده اصلا فقط تو ایران هست، چه زندگی خاصی داره، چقدر ارزشمنده. اینا احساس میکنم که شاید یه گوشه ای از این آگاهی رسانیه کاری بوده که انجام دادیم. چون من خواستم این ازت بپرسم که فکر میکنی مستندسازی کمک میکنه به اینکه بعضی از گناه های حیات وحش منقرض نشن؟ خیلی. ببین شما چرا وقتی اسم البرز میاد رگای پیشونیت میزنه بیرون، وقتی اسم خلیج فارس میاد، یعنی احساس میکنی یه تیکه از وطنت و بلکه نه یه تیکه از پاره تنت، یه تیکه از وجودت دیگه حساسیت دارن. اصلا فرق نمیکنه که عقیده یه ایرانی چی باشه، نگاهش چی باشه، شغلش چی باشه، همه رو این چیزا ایرانی ها حساسن دیگه، چون خیلی ملی گراییمون قویه. ما نسبت به تاریخمون، فرهنگمون، مذهبمون یه گرایی داریم که خاص خودمونه دیگه. در دنیا هم خب مشهوریم به این خصوصیاتمون و وطن پرستیمون، ثابتش هم کردیم در طول تاریخ. خب اینا از کجا اومده؟ قطعا با یه شناختی اومده دیگه، یعنی از وقتی بچه بودیم باباهامون مامانامون تو مدرسه بهمون گفتن خلیج فارس، دریای خزر مال ما بوده، اینجوری بوده، کلش در اختیار ما بوده، اینجوریه، اینجوریه، فلان. حالا شما همینو هی جزئی ترش کن. وقتی میگی دریای خزر، دریای خزر بدون فوک خزری از بین رفته است، درسته؟ بدون ماهی های خاویاری بیمعنیه. خلیج فارس همینطور. کویر ایران بدون یوز بیمعنیه، سلامت نخواهد بود. زاگرس و البرز بدون خرس و پلنگ معنی نداره. یا گربه شنی یا بدون درخت بلوط، مگه زاگرس اصلا تو ذهن کسی میاد؟ شما وقتی میگی زاگرس، اگه بخوای به درخت بعدش فکر کنی، اولین گزینت بلوطه دیگه. بله. اینجا پارک ملی توران در استان سمنان، زیستگاه زاغ بور، تنها پرنده اندومیک ایران است. این گونه با ارزش و منحصر به فرد از خانواده کلاغ هاست. اروپایی ها آن را به نام پرنده میلیون دلاری می شناسند، چرا که برای دیدنش تنها باید به ایران سفر کرد. ما اگه یه چیز رو بشناسیم و بدونیم که مال ایرانه و خیلی برای ایران و این فلات مهمه و معنی ایران مجموعه این چیزهایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی ایناست که ایرانو میسازه، نسبت بهش حساس میشیم دیگه. خلیج فارس رو گفتم که منظورم روشن بشه، ولی بلوط و خلیج فارس، پلنگ و خلیج فارس یا کبیر هیچ فرقی با هم دیگه نداره، همه عناصر تشکیل دهنده سرزمین مادری ماست. بله. سالهایی که در محیط زیست فعالیت تولید محتوا برنامه داشتی، رکورد چند حیوان کمیاب و نایاب داری برای خودت و کدومشون بیشتر اذیتت کرده؟ شده تو طبیعت حیوانی اذیتت کنه؟ ببین اذیت که نمیشه گفت، ما اول میریم به خاطر اینکه جونت به خطر بیفته. آفرین. خب من دارم میدم طرف مثلا داره با بچهش زندگی میکنه، دارن طرف فرزندتون حیوانه است. آره دیگه، دارن شوخی بکنم میگم نونو ماست خودش رو میخوره، ما میریم سراغ حتی دلش نمیاد بشه که این طرف عزیز و عذرخواهی میکنه. ببین مثلا من رفتم از خرس فیلم بگیرم، هی نزدیک شدیم به طول خرسه و مادرشون ناراحت شد دنبالمون کرد، چند بارم اتفاق افتاد، ولی خب ما هدفمون اذیت نبوده. واقعا دنبالت کرد چیکار کردی در رفتی؟ چون ببین فکر میکنم که اگه خود به خصوصی بد باشه، اصلا اگه آدم بخواد توی المپیک قهرمان مسابقات دو بشه، باید یه خرس بندازن پشتش، قطعا طلا رو میگیره. چون من یه جوری میدویدم. سلام، من زبلخانه شکارچی هستم، قابل اعتماد و منحصر به فرد، همه زبلخانه میشناسن، همیشه پر هیجان، بدون آرام و قرار. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. فقط کافیه دستش دراز کنه تا یه حیوان وحشی رو بگیره. وای کارگردان، این شیر اینجا چی کار میکنه؟ گونه‌ای بوده که مثلا در موردش چیزی شنیدی یا کسی بهت پیشنهادی داده بعد علاقه‌مند شده باشه رفته باشه دنبالش؟
ببین من خاصه میگم، مثلا من در مورد گربهش شنی میدونم که تو دغدغه داشتی که حالا توی کبیر مصر اتفاقی افتاد. من خب رشته بعد از دوره کارشناسی رشته تحصیلیم شد مهندسی محیط زیست تا مقطع دکترا که امروز هنوزم میدونم این روزا درگیرشی. آره باید دفاع بکنم، خیلی هم دیر شده، ولی قبل از اونم خب خیلی میخوندم در موردش. اینکه کجا چی میشه پیدا کرد قطعا تجربه آدم‌هایی که تو اون مناطق هستن مثل محیط‌بان‌ها خیلی به آدم کمک میکنه، ولی بیشتر کنجکاوی بوده دیگه، یعنی همش رو حساسیت خودم بوده. من واقعا هدفم اینه که یه روزی بگم که ما یه بانک تصویری داریم از تمام گونه‌های حیات وحش ایران که خیلی هدف بزرگیه با کیفیت خوب، برای اینکه همه مردم تو سطوح مختلف توی دبیرستان، نمیدونم الان عوض شده اسمش دیگه، تغییر کرده، متوسطه، آره متوسطه، سطوح مختلف تحصیلی، دانشگاه، تلویزیون، همه جا مردم بتونن با این طبیعت آشنا بشن، قدرش رو بدونن. چون ببین از حشرات، از مارمولک‌های خیلی ریز تا پستانداران درشت‌جسته تا گیاهان ما، یک عالمه گونه خاص و بومزاد ایران داریم که در هیچ نقطه دیگه از کره زمین نیست و بی نهایت اینا ارزشمندن برای ما، چه به لحاظ درآمد، گردشگری، چه حفظ سرزمین و سلامت ایرانیان. و خب حالا اگه یه باری هم یه خرسی ما رو بترسونه فدای سرش، چون این کاری که میخوام انجام بدم. تو رفتی در خونه اون بزرگ ما رفت، ولی واقعا اینکه از من بپرسی مثلا کدومش برات جذاب‌تر بوده خیلی سخته، ولی همینجوری بخوام یادم بیاد مثلا اینکه گربه پالاس فکر نمی‌کردم بتونم یه روزی ببینم چون خیلی کمیاب. کجا پیداش کردی؟ خراسان شمالی. گربه شنی اون جوری که دیدم، یعنی من 4-5 روز، یعنی مثلا دیدی بعضیا میگن کاش از خدا چیزی خواسته بودم، ولی من میگم کاش از خدا همینو دوباره بخوام، چون من 4-5 روز باهاش زندگی کردم دیگه. یعنی همون کبیر مصر؟ نه نه، خراسان جنوبی، منطقه حفاظت شده شاسکوه. یه فرصت عجیب غریبی از تصویربرداری از گربه شنی بود که دیگه نمیدونم دوباره پیش میاد. یه خانواده دیدی؟ آره اصلا ببین، بعد یه خانواده چی میگن پاکار، یعنی اینا رو ما شیطون مثلا ما لحظه شکارشو تصویر، هر کاری که ما دلمون میخواست که مردم ایران از یه گربه که در آفیش میکردی صبح بچه‌ها اصلا همینجوری بود. آره یعنی مثلا انگار تو من الان آفیش کردی اومدم مهمون، همینجوری بود واقعا. یه زمانی مثلا من برای اینکه تصویر هوایی بگیریم از یه دشتی مثلا که آهوها دارن میرن، ما باید یا سوار پاراگلایدر میشدیم یا سوار یه هواپیمای ملخی میشدیم که درش رو برداشته بودن، ما دولاشیم تصویر بگیریم با لرزش. الان مثلا تجهیزات چقدر پیشرفت کرده. ببین یه تفاوت ما با تو چیه؟ من هر جایی که برم خیلی جذاب باشه محیط زیستی، نه فیلم میگیرم نه آدرسشو میدم. تو هر جا فیلم بگیری آدرس بدی، الان بگی کجا گوزنا هستن یا پرنده ها هستن، متاسفانه ببین خیلی ها به این گله دارن. بده دیگه، قبول نداری اینو؟ نه قبول ندارم. قبول داری طبیعت از ما طلب کاره؟ یادت میاد توی برنامه بهت گفتم که پرهام از مردم بخوا اگه میان توی طبیعت، محیط زیست یا حتی جنگل، حیوان باشن، چون که فقط آدم ها هستن که آشغال میریزن، حیوان ها که آشغال نمیریزن. ببین یک شمشیر دولبه است این موضوع، ولی این شمشیره به سمت ما متمایله. میخوام بگم که ببین شما اولا اون کسی که میخواد بره طبیعت رو تخریب بکنه، اون چیزی که دلش میخواد رو پیدا میکنه، این اصلا احتیاج به گفتن من نداره. اگر که شکارچیه که داره طبیعت رو تخریب میکنه، قاچاقچیه حیات وحش، اون میره چیزی که میخواد رو پیدا میکنه و کارش رو انجام میده. برای آدم های عادی خب مثلا یه کوهی که خرس قهوه‌ای در البرز داره زندگی میکنه، ممکنه بارها کوهنوردا برن و خرس رو نبینن، یعنی تصویر گرفتن از خرس یه موضوعیه. توی سبلان من دیدم یک خرس آره مثلا اون یه اتفاقه، اون همیشه نیست، اون یه خانواده ای هن که الان به این نتیجه رسیدن که آقا کوهنوردا هم که خیلی مهربونن، بریم پول پشتشون رو بدیم. فکر کنم یه معضل هم هست، یه معضله به اسم تعارف، به دلیل اینکه کوهنوردا هم ظاهرا به اینا قضا دادن که این از انسان نمیتونه، این ترس اگه بخوایم واردش بشیم. آره اصلا کلن تألیف تغذیه حیوانات، حتی اونایی که اهلی ان تو شهرها هستن، معضلاتی به وجود میاره که یه گفتگوی خیلی طولانی میشه. خلاصه این که ما اگه یه چیزی رو نشون نمیدیم یا نشون میدیم، قصدمون این نیست که مردم ببینن برن تخریبش بکنن، قصدمون آموزش و فرهنگ سازیه که ببینن چه ارزشی داره، چون میدونم اونجاها میرن،
یکی دوستم شوخی میکرد میگفت ما سخت اینجا رو میگیم میرم ولی رد میشم، فکر نمیکنم این نفر با ماشینش اونجاست، زیلو هم انداخته داره جوجه کباب درست میکنه، یعنی میگه پرهام دیباج گفته اینجا گوز داره وایسی ببین. ولی قبول کن دیگه، ما هدفمون آموزشه، ولی خب قطعا هر کاری ممکنه خطاهای خودش هم داشته باشه. حالا ولی به همینم اشاره کنیم پرهام، میدونم دغدغه توی دغدغه من دغدغه خیلی هست. ما الان با یک معضلی به نام سگ‌های ولگرد و گربه‌های ولگرد طرف هستیم که بعضی از عزیزان هموطنمون که اتفاقا آدم‌های خیلی خوبی هم هستن، با تغذیه بی‌رویه اینا باعث شدن که اصلا اکوسیستم به هم بریزه، طبیعت به هم بریزه. آدم‌هایی که به حیوانا علاقه‌مندن، آدم‌های مهربونی هستن، قطعا به یه دلیلی دارن این کار میکنن، از رو محبتشونه. ولی به نظر من با وجود این که ممکنه الان برنامه رو ببینن از حرفای من خیلی دلخور بشن، نهایت ناآگاهیه. یعنی اینکه ببین ما برای یه قوچ وحشی تو همین کوههای اطراف تهران ممکنه یک محیطبان شهید بشه، یک خانواده ای پدرشون رو از دست بده، و جریمه اون قوچ که به نظر من خیلی جریمه پایینیه، حالا عدد دقیقش الان یادم نیست، چند ده میلیون تومان، نزدیک به شاید نزدیک به 100 میلیون تومان میرسه که تازه جریمه پایینیه. خب این سگ‌های وحشی که تو اطراف شهرها اشباع میشن و وارد مناطق حفاظت شده میشن، میرن این قوچو شکار میکنن. خب من خیلی دارم ساده قصه میگم، خیلی ساده است. بعدن وقت گرگه دیگه قضاش نیست، این قوچه نیست، همون قوچی که به خاطرش یه محیطبان درگیر میشه با یه شکارچی شهید میشه. یعنی اینقدر ارزشمنده حفظ کردنش به عنوان یه ذخیره ژنتیکی، چون حیوانات اهلی جزو ذخایر ژنتیکی ما نیستند، اینو باید بپذیریم، علم اینو میگه. حالا گرگه غذا نداره بخوره، گرگه دوباره باید بیاد وارد شهر بشه، بره گوسفند یه دامداری رو بگیره، از اون طریق اون هم تلف میشه، اون هم از اون طرف تلف میشه، از اون طرف دامداره بد میشه با گرگه یا پلنگ یا فرق نمیکنه. یعنی ما با این کارمون ناخواسته داریم همه چیز رو به هم میریزیم. بهترین رفتار نسبت به حتی طبیعت اهلی، یعنی حیات اهلی که در شهرها هستن، اینه که اگر میخوایم کمکشون بکنیم، عقیم سازی، رعایت بهداشتشون، میبینیم آسیب دیدن ببریمشون دامپزشک، ولی اینکه تغذیه روزانه داشته باشیم تمام وقت و زندگیمون رو بذاریم. الان جاده‌های شمالی کشور تقریبا یکی از جذابیتاش اینه که مثلا تو خونه آششته اضافه میاد، بردو ببریم تو جاده میاد، آخه آششته رو سگ میخوره؟ خب چرا میری؟ بعد تازه خیلی از طبیعت گردان مثل خود تو که من از تو آموختم، حتی پوست میوه هم در طبیعت رها نمیکنن، پوست میوه‌ای که میشه کود میشه برای گیاهان، یا آقا درسته کود میشه ولی طبیعت رو... این جمله رو من خدا رحمت کنه آینانلو یاد کنیم ازش، واقعا از ایشون یادگاری دارم که میگفت جوری به طبیعت برین که نه چیزی به طبیعت اضافه بشود نه چیزی از طبیعت کم بشود. آقا پوست میوه رو میندازی درسته کود میشه ولی ظاهر طبیعت زشت میشه. ببین من میگم اعتدال باعث این میشه که مردم علاقه من بشن به حفاظت، شما درست میگید، ولی همه دوست ندارن مثل ما زندگی بکنن، همه دوست ندارن مثلا پسماند صفر باشن مثل خیلی از شهروندان ما که انقدر علاقه دارن به حفظ محیط زیست شهری که اصلا پسماند تولید نمیکنه مثلا طرف، ولی این امکان برای همه وجود نداره. تو گفتی طبیعت از ما طلبکاره، بله طلبکاره طبیعت از ما، به خاطر اینکه ما خارج از ظرفیت طبیعت ازش بهره کشی میکنیم. قرار بوده ما به بهره وری برسیم، یعنی بده بسون داشته باشیم با طبیعت به عنوان موجود زنده، ولی ما میگیم نه آقا تو کلت مال منه و ما تمومت میکنیم. فرصت آره واسماست، فرصت بازسازی به این طبیعت نمیدیم و این خیلی بده. ولی اگر یه ذره بهش مجال بدیم، طبیعت یعنی ایران دیگه، طبیعت ما یعنی ایران. ایران خیلی با ما مهربون بوده که ما تونستیم حالا به زعم ثبت شده 11-12 هزار سال تمدن داشته باشیم، و الان که پیدا شده که شاید خیلی بیشتر از اون 40-50 هزار سال هم تونستیم تو این فلات با اجدادمون زندگی بکنیم. بعضی جاها هم خوب بودیم، مثلا یادم نره بگم دیگه، ما جزو معدود آدمای کره زمین هم هستیم که این فرهنگو داشتیم که مثلا یه موجود زنده رو 4500 سال 5000 سال سر به ابر کوه بله حفظ بکنیم، یعنی کل گذشته ما رو دیده. الان یه جنگلی آتش میگیره، من به عنوان یک فرد عادی خب دلم میسوزه ناراحت میشم، تو دغدغت چی الان برای اون جنگله؟ همیشه یه استرسی پیدا میکنم، یه استرس عجیبی، نمیدونم
از کجا میاد و چه جوریه، ولی یعنی حال گذشت از اینکه طبیعت میسوزه، حیوانات هم برات مهم اند. حیوانات بخشی از طبیعتن و من اصلا درخت و گیاه و حشره و میکروارگانیسم و اینا برام فرقی نداره که. حالا من میخوام مردم خوششون بیاد. میدونم پلنگ یه گونه جذاب، یه گربه‌سان با شکوه، یوز پلنگ هم اینجور، گربه‌شن همینجور، اون نمودشه، اون تصویر رو میگیرم که بگم آقا این طبیعت انقدر باحاله. آی دکتر تو اعماق جنگل چه خبره که تو شهر نیم پا میشی میری اونجا؟ اینجا یه شکل دیگه است دیگه، اونجا هیچ وقت تکراری نیست. اینجا بعضی موقع خیلی شبیه، یعنی هر روز ترافیکه هست، هر روز حسین رفی یه برنامه خنده‌داری رو داره اجرا میکنه و میگه میخنده با مردم آدم وقتی تلویزیون میبینه، ولی اونجا خب هیچ اتفاقی دوبار نمیافته دیگه. یه سری استانها رو میگم، جاذبه‌های گردشگریش رو بگو اگر هم که نمیدونی که بگو. نمیدونم. آذربایجان غربی، تالاب شیبلو، یه بخشی از رودخانه ارس، کوتاه بگو که فوق العاده است. تالاب شیبلو، رودخانه ارس. شرقی، شرقی هم رودخانه ارس، پارک ملی کمتال. گیلان، تالاب انزلی در حالت‌های خوبش و سوسن چلچراغ. مازندران، مازندران منطقه حفاظت شده البرز مرکزی، خرس قهوه‌ای، پلنگ، سیاه‌گوش. گرگان، پارک ملی گلستان. خراسان شمالی، خراسان شمالی هم منطقه حفاظت شده قرخود مثلا. سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، تالاب هامون اگر که آب داشته باشه، یا چابهار و رودخانه سرباز و گاندو، تمساح پوزه کوتاه. به به. هرمزگان، البته من دارم طبیعیشو میگم، یعنی جاذبه‌های مردمیشون بی‌نظیرن. من که عاشق این فرهنگی هم که از طبیعت هم اومده همش. شاخصش. هرمزگان، گنو، کوه گنو. خوزستان، یه کوهی وسط جایی که همه فکر میکنن خیلی گرمه ولی خنکه، و قوچومیش لارستان داره که کوچکترین خوچومیشش دنیاست در واقع. خوزستان، خوزستان، دز، کرخه، کارون، شاهرگای حیاتی کشورمون، جنگل بین النهرینی جلگه‌ای خوزستان، یکی از بی‌نظیرترین و عجیب‌ترین جنگل‌های دنیا، و تمدن داخلش مثل زیگورات خشتی چوغازنبیل. کردستان، کردستان، سمندر آتشین، سمندر کردستانی. مرکزی، استان مرکزی، استان شماست، حسین رفی. جاذبه گرده یه باش اکسن، هفتاد قله، تالاب میقان، دورنه های بی نظیرش. هندو در، آره دیگه، کو سرخه، کو گرد، آره آره، میقان هم که گفتی، البته کبیرش هم کبیر میقان هم هست، کبیر میقان و همون هفتاد قله خودش، هفتاد قله دنیایی، پلنگ دره داره، بله، سیبکو داره، چکو داره، بله دیگه، خودش یه منطقه هفتاد قله است دیگه. یه جایی داره به اسم ابراهیم آباد. اون که اصلا اونو نذاشتی. قنات ثبت جهانی داره. بله. آب انبار ثبت جهانی داره. مجری ثبت جهانی داره. ثبت جهانی داره. اصلا مرکز کره زمینه. میدونی که روستای ابراهیم آباد چقدر جمعیت داره؟ نه، جمعیت چونه؟ با شهرها و روستاهای اطرافش 86. بعد یکی از جاذبه‌های گردشگری ابراهیم آباد همین 33 پل هستش که در یک شهرهای ابراهیم آباد دیگه. خب بعد بفرمایید، فارس رو گفتی؟ فارس خیلی زیاد، فارس خیلی زیاد، پارک ملی بمو، دریاچه بختگان. آبشار غرب‌آلبیز مال فارس میشه یا مال یزده؟ نمیدونم. مهریز، نمیدونم. مهریز رو گفتی، این برای مهریز، هرات هست که زیستگاه هوبر است و فوق‌العاده است. بعد کرمان، ولی آبشار مارگون تو فارس خیلی سپیدان، خیلی دمه دست. آخو خیلی زیبا. کرمان، کرمان، بیدویه، بردسیر، عرضم به حضور شما، خرس سیاه. ببین الان قراره که بری توی طبیعت بدون هیچ فردی که حالا مثلا فرد خود یا گروه یا تیم، که همزمان که داری این مسیر رو با این اعصاب سنج طی می‌کنی، بس سوالای منم جواب بدی. اعصاب سنج اسمه؟ بله. چه اسم عصبی کننده ای داره. آقا این ایده کی بوده؟ آقا تو که طبیعت گردی که بدن اعصابت آرام باشه. آرومم. کتابی که با خودت میبری تو طبیعت؟ کتاب راهنمای صحرایی پستانداران ایران مثلا. فیلمی که میبری با خودت؟ فیلم نمیبرم. اصلا اهل فیلم نیستی؟ تو طبیعت نه. تو طبیعت نه. آهنگی که میبری که گوش بدی؟ موزیکی که میبری؟ موزیک گوش نمیدم تو طبیعت. تو طبیعت موزیک هم موزیک طبیعت، به موزیک طبیعت گوش میدم. خیلی هم عالی، عصبی نشو. غذایی که با خودت میبری؟ تمومش بهت میگم. غذایی که میبری؟ کنسرو، ماکارونی. بیشتر کنسرو ماکارونی یا کلا کنسرو جات و تو، یعنی سه وعده ماکارونی بخوری بازم کمه. پنیر،
پنیر، نون، نوشیدنی و غذاهای بومی رو سعی میکنیم هر جایی میریم همون غذا رو درست. نوشیدنی که با خود ببری؟ نوشیدنی، آب فقط، آب، میوه اگر سفرها طولانی باشه چون باعث میشه خود روحیه‌مون بهتر. یه وسیله غیر از همه چیزایی که گفتی که لازمه باد باشه، کوله پشتی. کوله پشتی که توش همه چی داره دیگه. آره. تنها همسفری که با خودت انتخاب میکنی ببری؟ دستیارم. خب کی مثلا؟ یه نفر، علی. علی با خودت ببری. یه قابی که با خودت ببری که همراهت باشه؟ تمام شد برگردن؟ نه ادامه بده بابا، طبیعت خودش قابه دیگه. یعنی قاب عکسی با خودت نمیبری؟ مادر، پدر، دوست داشتن؟ راستشو بگم نه، الان که دیگه توی گوشی های همراه هست همه عکس. همه هستن. آره. خب میخوای بر نگه تا قیلم آخر جواب بده، اهل فوتبال هستی؟ بعضی وقتا. تیم؟ بازی ملی رو خیلی دوست دارم، ولی الان این دوتا باشگاهمون که رفتن رو خیلی میبینم، سپاهان و پرسپولیس و نساجی رو دیدم، ولی خب خیلی دلم سوخت که هست شدن. یعنی الان بخوای یه بار دیگه برگشتم دیگه. اگر بخوای یه تیم انتخاب کنی چه تیمی؟ کدوم تیم؟ هادی آقای رفیعی. کدوم تیم؟ کدوم رنگ؟ کدوم چی؟ الان یعنی؟ بله الان اینو باید بردارم. کدوم تیم؟ کدوم رنگ؟ الان بین این دوتا تیم نمیتونم انتخاب کنم به خدا، چون دارن به نام علی بازی میکنن. اصلا جفتشون دیدم کیف کردم واقعا. غیر از فوتبال چه ورزشی؟ غیر از فوتبال چه ورزشی میبینم؟ یعنی والیبال. والیبال. خودت چه ورزشی میکنی؟ والیبال بازی میکردم، پینگ پونگ، کوهنوردی. کوهنوردی که دیگه ورزشت نیست، شغلته دیگه. آره شغل. باید بری. از طبیعت خوب کافی باشه. من اینقدر دوست دارم یک سالی همراه عزیزان بختیاری که کوچ میکنن همراه بشم. فکر میکنم اونا بزرگترین طبیعتگردای دنیا هن، مسیرهایی که رد میشن، طبیعتی که دیدن، صدای طبیعت رو میشناسن. تو باهاشون زندگی کردی؟ ببین با بختیاری ها، با قشقایی ها، با اشایر کلن نگاه آدم به دنیا و زندگی چقدر انسان های شریفی هستن. آره. واقعا چقدر مقاومن، چقدر توانمندن، چقدر کاربلدن، چقدر ایران رو دوست دارن. چقدر ایران رو دوست دارن، چقدر نگاهشون نگاه پایداریه برای سرزمین. شاید در مورد جنگل‌های بلوط که گفتی اونا بهتر از همه درکش میکنن، چون همیشه از لای اونا رد میشن. ببین یه فیلمی ساختم در مورد بلوط و معضلاتش، تازه شبکه مستند پخشش کرده، اسم برودارنامه محلی بلوطه، یه گونه از بلوط. بعد اونجا خیلی اتفاقی ما یه خانمی رو دیدیم که از عشایر بودن و سن و سالی داشتن بلوط جمع میکردن. خب خیلی بلوط زیر یه درخت کهنسال بود. ایشون یه مقدار یه کیسه جمع کرد و گفت من اینقدر لازم دارم برای خودمون و برای دامم، بیشتر نمیبرم. یعنی من پیش خودم میگفتم اگه مثلا یکی دیگه بود با نگاه زندگی شهری، الان سه تا وانت میگه آقا بیا 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 بچه ها بیل بیاریم تمامو جمع کنیم بلوط مجانی رو دیگه. ولی نگاهش این بود، یعنی آموزنده بود به نظرم که من هی باهاش صحبت کردم و چقدر اون دستای چروکیده پر از تجربه و محبتش حرف داشت برای گفتن که این بلوطا رو برمی‌داشت و یه مقدارش هم می‌ذاشت برای اینکه دوباره سبز بشه. درود به شرفت. حالا الان میری یه جایی پر از دوربینای مداربسته است، معذب می‌شی؟ بستگی داره. نه می‌خوام ببینم این دوربین مداربسته و احساست این که یه دوربینی همه جا بخواد اعمال تو رو در نظر دیگران قرار بده. قطعاً آره، قطعاً آره، آدم دوست داره حریم شخصی داشته باشه. خب بعد این حریم شخصی رو هیچ وقت از زمانی که وارد طبیعت شدی این دوربین رو حس می‌کردی؟ یه دوربینی یک نگاهی تو رو داره می‌بینه و رفتار تو؟ ببین بعضی موقع‌ها میگم که کاش که یه سفری دلم بیاد دوربین نبرم، یعنی فقط دیگه خودم باشم و طبیعت. ولی واقعا چون همیشه احساس میکنم هنوز کارم ناقصه، وظیفمه که هنوز تصویر بگیرم و شاید این دفعه رفتیم یهو پلنگه بیاد مثلا شکار کنه این صحنه رو از دست بدیم. یعنی تصویربرداری از طبیعت آدمو طمعکار میکنه نسبت به طبیعت، حریص میشی، میدونی دلت نمیاد دوربین نبری و فقط کیف کنی. و بوده جایی که اتفاقا اینجوری افتاده و دوربین همراهت نبوده؟ اصلا یه مسئله بین عکاسا و فیلمبرداری حتماش در دنیا میگن هر موقع که دوربین نبری اون صحنه‌ای که می‌خواستی اتفاق میفته. درود بشه. برام بعدم میشه ببری. الان من شما میتونیم یه عکس یادگاری با هم بگیریم؟ چرا نمیتونیم؟ پس یه عکسی با هم بندازی. عکسی منو تو زیاد با هم داری بریم. آره. عکسای لارم خیلی خوب. خب حالا بریم سراغ یک کار بامزه. بریم.
چرا این شکلی ما پیرمرد شدیم رفتیم به 1430. ببین هر بلایی خواستی سر ما آوردی. وای چقدر جذاب شد. نه 1500 داداش، 1430 نه خودت 1400 سیاه میشه، زیاد سیاه میشه، بزی سفیدتر شی. هرچی خاک آین آلو این روز تو باشه، چقدر شبیه آین آلو شدی. خدا رحمتشون کنه، خدا رحمتشون کنه، از دست تو بابا. درود بر تو آقا بزرگ. پرام چقدر خوش گذشت مثل همیشه. آره خیلی من هم بودم همین رو میگفتم. چقدر خوبی تو، چقدر عالی هستی، چقدر درجه یکی. اشاره که افتخاره همیشه توی طبیعت با اون چیزایی که دوست داری دست پیدا بکنی.